سلام، من افشار هستم. چه اتفاقی افتاده؟ شما چی دید؟ خدایا خسته شدم از بس گفتم و گفتم و گفتم. چرا نمیفهمید؟ قد آروم باش جوون. من کاراگاه محمد افشار از امنیه. چجوری؟ مگه میتونم آروم باشم آقای کار؟ تو چی گفتی؟ جسد تیکه شده؟ خواهش میکنم اگه میخوای به امنیه کمک کنی سعی کن به باشه باشه همه چیزو براتون. خب حالا برام تعریف کن آروم و با دقت. من داشتم از محل کارم برمیگشتم، مثل همیشه نزدیکتر از سراح کاتب و سلطنه، تاریکتر از همیشه بود. نمیدونم چی شد که متوجه نشدم. احساس کردی پات روی گل؟ آره آقا، همون حسی که وقتی بارون میاد به آدم دست میده. منم تعجب کردم از همین مسئله. یکم که فکر خب بچه هیچی آقا، همونطور که گفتم راهمو ادامه دادم، اما نمیدونم چرا دلم شور افتاده بود. چاله یا آب؟ منم اولش همین فکر رو کردم، اما آخه وسط تابستون چاله آب چی کار میکرد وسط خیابون؟ تو اون ظلمات احساس کردم که چرا اونجا؟ چیزی دیده بودی؟ نه آقا، میدونستم که مش ابراهیم بزاز همیشه چراغ موشی روشن می... خب چی دیدی؟ با عجله رفتم و بغل مغازه پامو بلند کردم. وای خدا، خدای وقتی برگشتی چی دیدی؟ میدونم یا آقا، خدا برای دشمنت نخر. این بار وارد کوچه شدم نزدیک شاطری، دیدم یه چیزی افتاده رو. چی معلوم نبود؟ چی؟ آقا دیدمش، یه جسد بود غرق خون، به نظرم شکمش شکافته شده بود. میدونم چقدر بهت سخت گذشته، تو خیلی شجاع بودی، خیلی زیاد. حالا فقط یه مسئله مونده. آقا از هتل که برید بیرون دست چپتون خیابون رو ادامه بدید تا به یه سراحی برسید، انتهای اونجا یه کوچه هست که همون. ممنونم، تو کمک بزرگی کردی و جوون بسیار شجاع. ممنونم از کمکت. خواهش. به نظرم تو تابلویی که البته تو تاریکی خیلی خوندنش هم راحت نیست نوشته مغازه های کنار هتل همگی تعطیلن، شاید به خاطر نبود سیستم منظم نوررسانی تو خیابونا به سبک قدیم. مسیری که پسرک در موردش صحبت میکرد از حد فضای این قسمت خیابون تاریک‌تر از سایر بخش‌هاست. مشخصه که قاتل سعی کرده یه ای آقا، کجا سرتو انداخت؟ عذر میخوام، متوجه نشدم. اوه، چه لفظ قلمم صحبت میکنه. فرمودیم اینجا منطقه ممنوعه. اونو که دیدم، ولی شما خیلی مثلا من کاراگاه افشار هستم. از اوه، شما بودی جناب کاراگاه؟ ببخشید. چی؟ آشنایی؟ من گمان نمیکنم.
اوا من ملکه الیزابت دومم دیگه، اینا هم ملازمه. بسیار خوب، میرم. من که خیلی مشتاق. نمیتونم بدون جلب کردن نظر این سرباز بدخ. سرباز ای بابا، چیز خاصی نیست. سلام سرباز، این که به قوانین رعایت کنی و دقت داشته باشی. بله. خوشحالم اینو ازت میشنوم. حالا اجازه میدی به خواهش می... خب خدا رو شکر که هنوز پزشک معتمده. سلام جناب دکتر، من محمد افشار هستم از امنیه تهران. عرض ادب جناب کارآگاه. بله متاسفانه با صحنه دلخراش و آزاردهنده‌ای روبرو هستیم. عجیب قساوت قاتلی که قلب مقتول از سینه بی... چی؟ بیرون کشیدن قلب؟ نه کارآگاه، مقتول با ضربات چاقو از پشت به قفل رسیده. نکته عجیب تر اینه که زخمای پشت کهنه ترن و نشون میده در مکان رد خون کنار جسد میتونه نشونه این باشه که ضرب. بله دقیقاً، ضرباتی به گردن و دست اصابت کرده و همونطور که عرض کردم تا جایی که توان داشته فرار کرده و نهایتاً همین. جناب دکتر مشخص؟ بله متاسفانه به طرز وحشیانه‌ای نزدیک به 6 ضربه. این رو هم در نظر داشته باشید که بریدگی ها عمیق اما در یک راستا هستند. در واقع ضرب تمرکزی هم در ضربات وجود داره، مثلا در مورد راست دست یا چپ دست بود. احسن. بله تمرکز ضربات بیشتر به سمت راست هست و با توجه به بریدگی های همراستا به نظرم میشه مطمئن بود قاتل چپ. خیلی عالی شد، این واقعا نکته. خواهش میکنم کارآگاه، من شما لطف دارید دکتر جان. با توجه به ضربات و شدت اونا، خب این مسئله خیلی سخته و به عوامل متعددی مثل بنیه مقتول میز. بله متوجه هستم، ولی به صورت تخمینی هم برای من که به صورت کلی انسان در حالت ترس و حفظ جان قدرت بیشتری پیدا میکنه و این مسئله. بله متوجه هستم، پس منظورتون اینه که متاسفانه همینطوره. درست ضربات چاقو متعدد بوده اما میزان خونی که از دست میرفت. واقعا از توضیحات شما ممنونم، اطلاعات بسیار بسیار. خواهش میکنم، هم صحبتی با شما باعث افتخار من. خواهش میکنم. آه خدای من ممنون. خواهش میکنم. این باید کیف آقای دکتر باشه، به نظرم درست نیست. بهتر از جنازه هرچند جا انداختن این فیلم های عکاسی تو دوربین لو. بهتر از جنازه چند تا عکس بگیرم. بهتر از جنازه چند تا عکس بگیرم. این میتونه تو روند ماجرا. آه خدای من. خواهش میکنم. خدای من. جنازه به طرز وحشیان. از این طرف چند تا خونه دیده میشه. اینطور که به نظر میاد نور این مغازه تنها روشنی این. به نظرم رو بازوی این مقتول بخت برگشت. خالکوبی با شکل و شمایلی عجیب. اصلا بر خب
متاسفانه خون مقتول باعث شده کاغذ بسیار آسیب پذیر بشه. نمیتونم این سرنخو با ریسک. دکتر جان، من برای بررسی چند تا مورد مشکوک. آه بله. نه 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 نه، مزاحمتون نمیشم. خواهش میکنم. آه خدای من. خواهش میکنم. خب حالا که با دکتر صحبت کردم، بسیار خوب، باید با دقت با این پنس برگر و عجیب مغز. آها خب حالا می یه کارت تبلیغی از یه عطاری با فاکتور پرداخت. آدرس این کارت مربوط به یکی از مغازه‌های بازار روز رشت هستش. علاوه بر تبلیغ رسید هست.